در سال 1894 الکساندر یرسین در مؤسسه علمی پاستور باکتری یرسینیا بستیس رو کشف کرد. زمانی که این باکتری کشف شد، بیماری ناشی از اون یعنی بیماری طاعون سه بار دنیا رو به وحشت انداخته بود. پاندمی اول در طی قرن ششم در امپراتوری بیزانس رخ داد و به طاعون جوستینین معروف شد. طاعون جوستینین به واسطه انتقال توسط سربازان ارتش شاهنشاهی ساسانی در سالهای 627 و 628 میلادی باعث اپیدمی طاعون شیرویه در سراسر استانهای باختری ساسانیان و به ویژه میانرودان شد و باعث جان باختن نیمی از جمعیت اون مناطق در دوران ساسانی گردید. دومین پاندمی در سده 1300 میلادی اتفاق افتاد و اون هم طاعون خیارکی بود. این پاندمی 200 میلیون نفر از مردم اوراسیا رو کشت و تخمین زده میشه که یک سوم جمعیت ایران هم در آن دوران از بین رفتن. سومین پاندمی در دهه 1850 میلادی در چین آغاز شد و بعد از اون از طریق مسیرهای تجاری در سراسر جهان پخش شد. پزشکانی که برای مداوای بیماران طاعونی خدمت می‌کردند از این لباس استفاده می‌کردند. این لباس که بیشتر شبیه یک پرنده است، منقار اون برای جاگذاری گیاهان دارویی و ضدعفونیه. یک محافظ پرده مانند جلوی چشمه و دستکش اون از ابریشم بسیار نازک ساخته شده و جنس کلی لباس از کتونه. دلیل اینکه لباس از جنس کتون بود این بود که مردم اون زمان اعتقاد داشتن که کتون پارچه مقدسیه و برای دفع باکتری و عفونت‌ها بسیار مؤثره. مردم عهد باستان و قرون وسطا در برابر بیماری مثل طاعون مثل بقیه بیماری‌های عفونی بی‌دفاع بودند. در اون زمان مردم کارهای متناسب با اعتقاداتشون انجام می‌دادن، مثل توسل به مفاهیم آخرالزمانی، توسل به تئوری‌های توطئه مثل مقصر دانستن یهودیان و انجام دادن حجامت. یکی از کارهای عجیبی که در دوران قرون وسطا انجام می‌شد، برگزاری دادگاه حیوانات بود. مثلا ملخ‌هایی که به زمین‌های زراعی حمله می‌کردند، در دادگاه محاکمه می‌کردند. حیواناتی مثل گربه‌ها رو دار می‌زدند و اعتقادشون این بود که اونها خوی شیطانی دارن. این کارشون باعث کم شدن گربه‌ها و زیاد شدن موش‌ها شد. و این موضوع باعث افزایش بیماری طاعون شد. یکی از نهادهایی که خیلی فعال بودن کلیساها بودن. قرنطینه کردن بیماران، ضدعفونی کردن و سوزاندن خانه های بیماران، ضدعفونی کردن سکه های پول، ساختن بیمارستان در خارج از شهر به دستور کلیساها انجام می شد. بیماری طاعون بیشتر از راه کک بدن موش مبتلا به انسان سرایت میکرد. مهمترین عامل پخش این بیماری موش صحرایی سیاه بود که خودش هم به این بیماری مبتلا میشد. زمانی که کک آلوده موش رو گاز میگرفت، این موش به طاعون مبتلا میشد و بعد از اون سایر کک ها هم میومدن و به طاعون مبتلا میشدن و بعد با گاز گرفتن انسان این بیماری به انسان منتقل میشد. این بیماری سه گونه خیلی مهم داشت: طاعون خیارکی، طاعون عفونتی خون و طاعون ریوی. بدترین اونها طاعون خیارکی بود که به طاعون سیاه معروف شد. دوره نهفتگی طاعون خیارکی بین 2 تا 6 روز طول می‌کشید و بعد از اون علائم اولیه مثل لرز و تب بالا، سرگیجه، درد شدید عضلات و سردرد ظاهر می‌شدند. بعد از 24 ساعت خیارک ها که همون غدد لنفاوی متورم شده هستند روی بدن بیمار پدید می اومدن. در صورتی که بیمار به موقع درمان نمی شد، علائم هشدار دهنده مثل افزایش ضربان قلب و آشفتگی ظاهر می شدن و بیمار پس از 36 ساعت می مرد. برای پیشگیری از این بیماری یک واکسن وجود داره که تنها برای کسانی به کار برده میشه که احتمال بالایی برای ابتلا به این بیماری داشته باشن، مثل سربازان و یا افرادی که با حیوانات زیاد سر و کار دارن. و این واکسن برای مؤثر بودن باید با دوز بالا تزریق و هر چند وقت یک بار یادآوری بشه. در حال حاضر طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، قاره آفریقا و بعد از اون قاره آسیا در کشور هند بالاترین آمار مبتلایان به این بیماری رو دارن. در سال 1997 این دو قاره به تنهایی 99% مناطق طاعون زده رو تشکیل می دادن.